جنگ جانشینی بر بام کوههای ورزقان، روایت تازه از نقشه پنهانی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب برای حذف رئیسی، اطلاعات سپاه چگونه به جاه طلبی رئیس دولت 13 نفوذ کرد. این داستان پشت پرده سانحه بالگرد رئیسی است. صبح دوشنبه 31 شهریور ماه کشف لاشه بالگرد و جسد سوخته ابراهیم رئیسی در منطقه دیزمار در نزدیکی ورزقان آذربایجان شرقی، روند مشکوک در پیدا کردن محل دقیق اتفاق و سخنان زد و نقیز مقام‌های جمهوری اسلامی ابهاماتی جدی درباره ماهیت سانحه ایجاد کرد. به ویژه اینکه خبرگزاری آناتولی ترکیه که خبرنگارانش در محل بودند خبر داد امکان دخالت جنگ قدرت در جمهوری اسلامی در سانحه بالگرد را نمیتوان نادیده گرفت. حالا ایران اینترنشنال به اطلاعاتی دست یافته که نشان میدهد از مدت‌ها قبل حسین طائب، رئیس پیشین اطلاعات سپاه پاسداران و مجتبی خامنه‌ای، به دنبال حذف ابراهیم رئیسی بودند. به 3 پیش برمیگردیم، وقتی رئیسی در آخرین مهلت ثبت نام وارد انتخابات ریاست جمهوری شد. همان موقع در محافل سیاسی گفته میشد رئیسی اگر از جانشینی خامنه‌ای ناامید شود، سراغ کرسی ریاست جمهوری خواهد رفت. این ظاهرا آخرین گام از پروژه مشترک مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، رئیس آن روزهای قدرتمندترین نهاد امنیتی جمهوری اسلامی و متحد قدیمی مجتبی خامنه‌ای بود. آنها پیشتر از رئیسی برای حذف دیگر رقبای مجتبی استفاده کرده بودند. مهمترینشان صادق آملی لاریجانی که از طریق محاکمه پرسر و صدای اکبر طبری، معاون پیشین دو رئیس قوه قضاییه به اتهام فساد مالی و دریافت رشوه حذف شد. بر اساس اطلاعاتی که دو منبع مطلع اختیار ما قرار داده، اصل بازی از آخرین روز خرداد ماه سال 1401 شروع شد، وقتی حسین طائب برکنار شد و وانمود کرد از مجتبی خامنه‌ای فاصله گرفته. او به دستور مجتبی به رئیسی نزدیکتر شد تا فعالیت‌های او علیه مجتبی را رصد کند. طائب که پیشتر به قالیباف نزدیک بود و با او جریان انتقال پول‌های ایران به نیروی قدس را پیگیری می‌کرد، این بار به دشمن قالیباف یعنی محمد علی جعفری نزدیک شد تا اعتماد رئیسی را به دست بیاورد. به دست آورد، آنقدر که برای انتخابات مجلس خبرگان مشاور اصلی رئیسی بود. ظریف اخیراً در یک فایل صوتی درس کرده مدعی شد زوج جعفری و طائب همه کاری انتخاباتند. اما این بازی یک بازیگر دیگر هم داشت. وحید حقانیان، معاون پیشین امور ویژه بیت رهبری که چند وقتی از بیت فاصله گرفته، پیشتر در بولتن محرمانه خبرگزاری فارس برای فرمانده کل سپاه فاش شد که او در یک گروه واتساپی علیه جانشینی مجتبی خامنه‌ای موضع گرفته. با انتشار این عکس از مجتبی که مهدی عزیزیان، برادر همسر واعظ طبسی، متولی پیشین آستان قدس رضوی پشتش ایستاده، کسی که بعد از افشای فساد مالیش به خارج از کشور گریخت. حقانیان نوشته بود آگهی تبلیغاتی از همه جهت ایراد دارد، یعنی اصلش ایراد دارد، عکسش ایراد دارد، پشتش هم ایراد دارد. مهر ماه گذشته دو خبرنگار اصولگرا از وحید حقانیان نقل کردند که ابراهیم رئیسی در سال 96 زمانی که در آستان قدس رضوی بود، از او به طور خصوصی درباره شانسش برای رهبری آینده نظام پرسیده بود. حقانیان این نقل قول را تکذیب کرد. آن دو روزنامه‌نگار چند روز بعد به زندان رفتند، اما یکیشان بعداً نوشت که فایل صوتی سخنان حقانیان را دارد. به گفته یکی از دو منبع مطلع ایران اینترنشنال، آنها با بازی در نقش جدید فاز دیگری از پروژه جانشینی مجتبی را اجرا کردند. طائب با نفوذ در دفتر رئیسی، اطلاعات مربوط به مذاکرات و دیدارهای محرمانه، برنامه‌های زمانی و تصمیمات استراتژیک رئیسی در ماه‌های اخیر را به دست آورده بود. از طریق مهدی مجاهد با نام تشکیلاتی چوپانی که معاون پیگیری‌های ویژه رئیس دفتر رئیسی شده بود. او مدیر کل سابق حوزه ریاست سازمان اطلاعات سپاه در دوره حسین طائب بود. مهدی مجاهد پوست خربوزه‌ای بود که طائب زیر پای رئیسی انداخت. به کنشگران این جریان نیروهای سعید محمد پیام مستقیم بدنش که آقا یه نفر تو دفتر رئیس جمهور نشسته، مسئول سابق امنیتی، و اونجا میخوان اینم کیو رهبر کنن، کی رهبر نشه. کسی که در ظاهر
مغز متفکر رئیسی برای جانشینی بود، اما مهره حسین طائب و مشتبه خامنه‌ای. این اطلاعات نشان می‌دهد که مشتبه خامنه‌ای و طائب از مدت‌ها پیش در جریان نقشه عملیاتی رئیسی برای جانشینی قرار گرفته بودند و دست کم از نیمه دوم سال گذشته تصمیم گرفته بودند او را حذف کنند. انتشار تصاویر حضور مهدی مجاهد در جریان انتقال جسد سوخته رئیسی معنادار بود. مهره حسین طائب دوست مشتبه که دوست مصلحتی رئیسی شد و مقدمات حذف او را آماده کرد. تلفات بازی تاج و تخت مشتبه خامنه‌ای، مشتبه پور محسن، لندن.